برگشتیم و پس از وقفه کوتاه شما را دوباره خوش آمدید میگیم. برنامه جهان زن هست و از سر ساعت 2 الی سر ساعت 3 با شما عزیزان همه روزه به استثنای روز جمعه در این برنامه با شما عزیزان هستیم و خوشحال هستیم که شما هم با ما بیشتر هم نظر باشین و نظریات پیشنهادات را که دارین از طریق صفحه جهان زن با ما هم شریک بسازین. در این بخش از برنامه رحمت الله غمعی را با خودمان داریم که نویسنده و همچنان سفیر حسن نیت جهانی برای افغانستان هستند. امروز از جناب غمعی دعوت کردیم که بیشتر صحبت داشته باشن روی منع خشونت علیه اطفال. این مورد یا هم پدیده ای است که بیشتر در افغانستان ما دچار وضعیت هستیم و با وجودی که تلاش های خیلی زیادی صورت گرفته، اما وضعیت اطفال افغانستان آنچنانی که محسوس باید شود و یا هم آنچنانی که انتظار میره با تاسف نیست. میخوایم روی عواملش امروز صحبت بکنیم و همچنان راه حل هایی که جناب غمعی پیشنهاد خواهند کرد. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین و خوشحال هستیم از اینکه در برنامه با ما هست. تشکر. یک سلام خاص برای شما و بینندگان شبکه جهانی تلویزیون جهان، عصر شما بخیر همچنان. خیلی ممنون، سپاسگزار. در ابتدا میخوایم بررسی داشته باشین از وضعیت اطفال افغانستان، بالخصوص در بود خشونت هایی که همه روز رو به افزایش است. خشونت در کل به شکل قانونی اگر ما دید داشته باشیم بهتر هستند. خشونت نه تنها در افغانستان، این یک پدیده هستند که در سطح جهان موجود هستند و این ویروس یا این مشکلات که هستند جامعه جهانی هم در این پنجره رو میکنند. ولی اگر دید ما در افغانستان باشه، عوامل اساسیشون یا مهمترین عواملشان که هستند عوامل خشونت فامیلی هستند. مثال جنگ های که بین زن و شوی و پدر مادر خانواده ای هستند، این بسیار یک از لحاظ روانشناسی یک تاثیرات بسیار خطرناک به مفکوره و روح روان اطفال هستند. و دوم عواملشان عوامل محیط زیستی هستند در جامعه، وقتی که دوم به چند کاتگوری باز تبدیل میشن، خشونت همجنسگرایی هستند و خشونت که با عدم رسیدگی در جامعه وقتی که داخل میشه، عدم رسیدگی به مو خواسته های اطفال که با دیگه مثلا کسایی که اقتصادشون بالاستن او را میبینن، یا وجدانن زجر است، یک نوع درونی خشونت میکنند. این بسیار یک روحی چی هستن. و دیگه عوامل مثال مهاجرت هستن، این کسایی که مثلا مهاجر بودن پس برگشت آمدن، یا کسایی که رفتن مهاجر هستن، این همچنان دوری از وطن و ناشناسی یا عدم آگاهی با فرهنگ های دیگه اطفال همچنان یک تاثیر بسیار منفی هستند برای اطفال. و دیگه عوامل امنیتی هستند، همچنان پدرها مادرها وقتی که این انگیزه یک انگیزه ترس ایراس که از بیرون در علیه خطر هستند واره که داره، ایران به اطفال یک تاثیرات بسیار خطرناک هستند. همیش در ترس هراس می باشه. ما می بینیم روز در جامعه، وقتی که در جامعه بیرون می برایم کلانای ما می بینیم که انتخاری هستند. یعنی اینه می ره پدر مادر وقتی که در اطفال می گه که سعی کنین نرین، ایتا نکنین، ایره یک نچی بسیار یک چه هستند. و دیگه عوامل اقتصادی استن، عوامل اقتصادی طبعا ما برتون پیشترم برتون گفتم، خود اطفال امروز خود دنیا با هم وصل استن، رسانه استن، ایره که مثال یا میبینه دیگه دنیا رو میبینه، اطفال دیگه جامعه رو میبینه که و با کدوم سهولت هستن، کدوم مزایا داره. این وقتی که ایجا ندارن طبعا یک غم درونی داره، وجدانشون آرام نیستن. بله، خب عوامل را که اشاره کردیم که اقتصاد، خشونت های خانوادگی و یا هم
اکثر مواقع آزار و اذیت های جنسی که علیه اطفال صورت میگیره و همچنان موارد دیگه که اجتماعات را بیشتر متضرر میسازه، وجود ناامیدی ها است و یس و ناامیدی ها است که انسان ها را شاید از اهداف خیلی بزرگی که تعیین میکنه باز میداره و بدبختانه اطفال افغانستان هم دچار وضعیت هستند که بیشتر از این نکته رنج میبرند. میخوایم روی نقش والدین باز هم تاکیدات داشته باشیم. اگر قرار باشه ما من حیث یک والدین خوب عمل بکنیم و پدر مادر خوبی باشیم و بخوایم که اطفال ما هم از جمله اطفال باشن که فردا روز اونا هم بتانن پدرها و مادرهای خیلی خوبی باشن، نقش پدر و مادر چقدر میتونه اساسی در رویکرد مثبت نسبت به اطفالشان باشه؟ نه تنها پدر و مادر، کلانای قشر کلانا در جامعه، باز قدم دوم باز میای پدر و مادر. نخستین وقتی که ما در جامعه میاییم بعد از دوری که اومدیم تولد شدیم، اول ما به تربیه نیاز داریم، تربیه نیاز داریم به مقطع زمانی که مثال به مکتب یا به بندون. این تربیه که هستن توسط پدر و مادر تولید میشه، انتقال میشه که از ایجاد نطفه که در بطن مادر است ما نیاز به تربیه داریم تا دوره مکتب میایه، بعد از سن پانتونی میایه و بعدا باز ما خود ما چی میکنیم. خود تا دوره مکتب، دوره صغر ما نیاز به تربیه پدر مادر. در خشونت همچنین نمبر میگم خشونت است که ارزش یا ارزش اخلاق یا سالم بودن رویه یک شخص رو از بین میبره. یعنی مادر و پدر 100% رول دارن و ما اگر بگویم اگر بخوایم نخوایم پدر مادر مجبور هستن تا دوره صغر و تا دوره جوانی ما را تربیت داشته باشد، تربیت به این معنی که نمی جلوگیری از او پالیت هایی که ما داینده صدمی و محیطی که زندگی میکنیم وارد میکنه جلوگیری از میکنن دیگه نباشه، یک یادواری میکنن. بله واقعا. و کلانا همچنان که در یک جامعه هستن چون که او یک پدر و مادر هستن، اگر دیگه طفل یا طبقه خورده میبینه اونمو احساسی که به طفلای خود دارن امو احساس به اوام دارن، طبعا یک برنامه نصیحت و یک گپی خوب برشون بهن میکنن. و اگر صحبت هایی داشته باشیم همچنان روی فعالیت ها و دستاورد های خود حکومت در راستای کاهش خشونت علیه کودکان، چقدر تانسته حکومت افغانستان موفق باشه و نقش خودش را به خوبی ادا بکنه جهت رفع و یا هم حداقل کاهش خشونت ها علیه اطفال افغانستان؟ ما هر جا که در رسانه رفتیم نگفتیم که آکدن با تعصب در این بخش همچنان حکومت یعنی در بخش علیه اطفال خشونت علیه اطفال کدام گامی نبرداشتن، ما نخواستن و یا هم نتانستن گام های مثبت را بردارن. اینجا دو چیز عوامل اساسی هستند. یک که مشکلات اقتصادی هستند، نمیتونن که در کل رسیدگی داشته باشن، در کل رسیدگی نتونستن. و دوم پلانگذاری که یا مثال ببینیم که تربیت یتیم و زیاره که مثال ما میبینیم در یتیم خانه ها که میبینیم و در بخش معرف اگر ما ببینیم برای اطفال یا همی طرح پلانایشون چندیون مسلکی یا چندیون با ارزشی برایشون ایجاد نساختن، اینمی عوامل اساسیشون هستن که ما براتون اشاره کردیم. از این رو یا چندیون پالیت های سودمندی نمارداشتن. با تاسف. و
به خاطر آینده اطفال افغانستان چه تفکرات دارین؟ واقعا اگر ما چالش ها و مشکلات را امروز بخوایم کم بیشتر روش تمرکز بکنیم و بررسی داشته باشیم، مطمئنا به این نکته می رسیم که اگر همچین این وضعیتی که فعلا دارد اطفال افغانستان ادامه پیدا بکنن، شاید آینده بحرانی تر از امروز باشه. ولی می خواهیم دیدگاه شما را بدانم، واقعا به خاطر آینده اطفال افغانستان، به خاطر منع خشونت علیه اطفال افغانستان در آینده چقدر خوشبین هستین؟ ما باز هم از کلان و از پدر و مادر و مسئولین بخش مارب اینمی تقاضای خواست ماستن که بعضی نقاط اساسی هستند که روحی اطفال رو با جنگ های نژادی قومی سمتی که من پشتون هستم، من پارسی زبان هستم، من ایتر هستم، من ایتر هستم، من قوم این روحیه را از پیشان دور داشته باشن. دوم، هر شخص در بطن خود تخیلات دارن، این تخیلات یا نه ولی تخیلات سالم. ما تقاضایم هستن که این تخیلات از او را زیر پای بیارزش نمونن، یعنی اطفال هر یکی که خال و خواب و خیالشان دارن مطابق به مو توانایی باید امرایشان امکار داشته باشن. و سیوم، همه اطفال را طور آموزش بتن، طور یک روحیه بتن که شما آینده سازان افغانستان هستین، بدون گفت یک احساس برشان درونی کنن که رو بیارن به طرف تعلیم تربیه و تنین تربیه رو پیش ببره و نگذارن که یک روحیه خشن بودن، یک روحیه که سبب مجرمیت، سبب خشونت آینده در جامعه شود. آها، واقعا خیلی سپاسگزارم. چون پیام کوتاهی میخوایم داشته باشین به همه والدین، بالخصوص پدرها و مادرهایی که نقش بیشتر و بسزایی در تربیت اطفالشان دارن. ما به همه پدرها، مادرها، فامیلها اینمی تقاضایم هستند که هیچ وقت چند نقاط مهم است. خشونت زن شوهر پیش اطفال از این جلوگیری کنند و دوم، هیچ وقت پیش اطفال یک حرکت زشت با صدای بلند و دیگه بسیار ناز دادن که وارا بسیار ناز بتن، یعنی امو دکتاتوری که هر پدر مقامی که داره که اطفال در مقابل او یک نوع جلوگیری با از خودداری از عمل کرده خود میکنه، بسیار نرم نباشن، زیاد نازم نتن و تشویق بسازن که تعلیم تربیه بخش تسلط خود به شکل درستی پیش ببره. و یک نکته مهم دیگه، حالا یادم آمدن، اطفال که دوری صغر هستن از رسانه ها نگذارن که از رسانه ها یا استفاده کنن رسانه ها را ببینن، چون این یک تاثیرات ما امروز میبینیم در بعضی تلویزیون ها، بعضی سریال ها و بعضی چیز هستن، یک تاثیرات بسیار خطرناک برای بالای مغز اطفال هستن. نگذارن که تا مو مختی زمانی که پرک نکردن که در اصلا بشینن. سپاس بزار لطف کردین، ممنون سپاس. رحمت الله غمایی رو با خودمان داشتیم، نویسنده و همچنان سفیر حسن نیت جهانی برای افغانستان. خوشحال شدیم که تشریف آوردین، ممنون لطف کردین و تشکر از شما هم که بینیدی جهان زن امروز همچنان بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همه شما عزیزان.